نشست مشترکی بین مراکز اسلامی کانادا برگزار شد. نشست مشترکی بین مراکز اسلامی کانادا با حضور حجت الاسلام شیخ صالح سیباوی، نماینده مرجعیت شیعه آیت الله العظمی شیرازی و برخی شخصیت‌های دینی غیر مسلمان و شخصیت‌های سیاسی کشور کانادا در شهر اتاوا پایتخت این کشور برگزار شد. در این مراسم که دو تن از نمایندگان پارلمان فدرال کانادا، پدر جاکوز کابانگو به نمایندگی از کلیسای مرکزی اتاوا و نیز مدیران دیگر مراکز مذهبی حضور داشتند. حاضران در این نشست با اشاره به پیام صلح و برابری دین مبین اسلام درباره همه نژادها و جنسیت‌های مختلف، با اشاره به شخصیت‌های مهم و تاریخی دین اسلام که به شهادت تاریخ از صلح و مهربانی در جامعه دفاع نموده و در راه هدایت مردم برای بهتر زیستن جان خود را نیز فدا نمودند، بر مسلمان نبودن گروه‌های تروریستی تاکید کردند. همچنین در این نشست حجت الاسلام شیخ صالح سیباوی، نماینده مرجعیت شیعه و مدیر مرکز آیت الله العظمی شیرازی در مونتریال و مرکز اسلامی ایرانیان، طی گفتگوی ضمن ابلاغ سلام مرجع عالی قدر آیت الله العظمی شیرازی و تاکید ایشان بر فرهنگ همزیستی مسالمت آمیز، خواستار دفاع از انسانیت شد و تنها راه آن را مطرح نمودن اسلام واقعی برای برملا ساختن انگیزه های ویرانگر و تکفیری سلفی ها و وهابی ها دانست. در این نشست پیامخانه جاستین ترودو، نخست وزیر کشور کانادا و نیز جیم واتسون، شهردار اتاوا نیز قرائت شد که طی آنها حمایت بیچون و چرای خود را از جامعه اسلامی اعلام کردند. در پایان این مراسم نیز آقای جعفر هاشمی از برگزار کنندگان این همایش، از طرف کلیه دستاندرکاران برگزاری آن، از حجت الاسلام شیخ صالح سیباوی به عنوان نماینده مرجعیت شیعه و مدیر مرکز آیت الله العظمی شیرازی و مرکز اسلامی ایرانیان در کانادا تشکر و قدردانی نمود.